و اما دمشق میزبان یک کنسرت راک در هوای آزاد بود که با استقبال جوانان روبرو شد. گزارش یسار دخان. در دمشق، جایی که 8 سال است با جنگ و آوارگی پیوند خورده، جوانان سوری از کنسرت موسیقی در فضای باز لذت میبرند. این یک کنسرت موسیقی راک است که گفته میشود میان نسل جوان طرفداران زیادی دارد. دی جی سیف با بازخوانی ترانه های آشنای راک از گروه های مشهور دنیا برای خودش شهرت و محبوبیتی کسب کرده. او در این کنسرت قطعاتی از گروه بیتل ها، لید زپلین و کوین را اجرا کرد. از جمعیتی که شرکت کردن خیلی متعجب شدیم. فکر نمی کردیم راک اینقدر طرفدار داشته باشه. اینا ترانه ها رو هم حفظ هستن و باش می خونن. جوانان سوری بیم ها و امیدهای خود را در ترانه های راک و هیوی متال پیدا می کنند. موسیقی راک در طول تاریخ هم تبلوری از تحولات سیاسی و اجتماعی روزگار خود بوده و چهره‌های راک اند رول به نوعی راهنمای زندگی جوانان بودند و در هدایت کردن آنها در مسیرهای سیاسی و اجتماعی نقش مهمی ایفا کردند. کنسرت برای من و خیلی از جوان‌ها اهمیت زیادی داره، چون بهمون هر چی آرزو داریم رو میده. با اینکه این موزیسین‌ها شهرت بین‌المللی ندارن، ولی حضور در کنسرتشون در دمشق عالیه. جوانان سوری که سالهای دشواری را پشت سر گذاشتند، اینجا در هوای آزاد می‌رقصند و زیر لب ترانه هایی را زمزمه می کنند که شاید دهه ها پیش در آن سوی اقیانوس ها ساخته شده، اما در توصیف آرمان ها و آرزوهای امروز آنها در این گوشه دنیا هم صدایی رساست. سارا دهقان، صدای آمریکا.